یه روز اومدیم به نماد زیبایی ها توی نمایشگاه سری بزنیم که وقتی نگاهمون به تابلو افتاد خیلی کنجکاو شدیم که بدونیم خالق این آثار زیبا کدوم هنرمند میتونه باشه. برای پاسخ به همه کنجکاویامون امروز از استاد عبدالحسین بنافیان خواستیم که میزبان ما باشن در نمایشگاه نقاشی داستان نیاکان. به نام خدا، اسم من عبدالحسین بنافیان هست، متولد دوم فروردین 1345 از بوشهر، فعلا ساکن تهران هستم. حدود 25 سال هست که تقریبا نقاشی کار میکنم، البته در کنارش کار مجسمه سازی و انیمیشن هم دنبال میکنم. کلا من از جهت سبکی که حالا دوست داشته باشم خیلی تو قالب سبک ها من نمی گنجم که بخوام مثلا بگم این سبک واحدی انتخاب بکنم. بسته به موضوعی که من در پیش می گیرم سعی می کنم اون سبک هم در واقع باهاش کنار بیام، یعنی نمیشه گفت که حالا این سبک، ولی خب نزدیک به انتزاعی یا ابستراکت. جایی که یادم میاد حالا به من میگن بزرگترها، میگن که شما دوره ابتدایی هم خط نقاشی خوبی داشتی، هم تو حالا بحث خط قبل از اون، مثلا برادرم که ابتدایی بودن، من حالا قبل از ابتدایی هم سن سالم کمتر از اونها بود، یادم هست که میگفتن نقاشی اونها رو شما کار میکردی و خلاصه تحت خط مثلا نمیدونستم فارسی یا خط اصلا نوشتن رو بلد نمیدونم، ولی نوع نوشتن و یعنی شکل نوشتن رو واسه شون در می آوردم. حالا تا چه حد درست بوده برای اونها. تو دوره خود مدرسه هم که دوره ابتدایی، معلم ها واقعا خیلی مشاور خوبی بودن، چون منو سعی میکردن از بقیه شاگرد ها یه مقداری متمایز حالا از جهت حالا نقاشی این چیزا، مثلا میگفتن تو کارت خیلی خوبه. شاید حالا اونا هم یه جوری به هر حال مبالغه یا حالا بلوغ بوده، ولی به هر حال به این شکل بوده. این دستان هنرمند توست که با نوازش قلموی عشق خطوطی با رنگهای گرم و سرد روی بوم زندگی می کشد و چه لحظه نابیست، آن لحظه‌ای که احساس زنده بودن و ادراک زندگی کردن را منتقل می کند. موضوع نمایشگاه من همینطور که از اسمش معلوم هست داستان نیاکان. در واقع تلاش من این بوده که نقش مایه ها و اون موتیف های دوره های تاریخی هنر خودمون مربوط به میراث کهن، در واقع از دوره های قبل از هخامنشی تا هتداری سلوکیان، اشکانیان و خود هخامنشی تا ساسانیان، این موتیف ها را تلفیق کنم با هنر دوره اسلامی، یعنی در واقع اون کتیبه هایی که مربوط به دوره صفوی هست مثلا تو این تابلوها میشه دید. وقت عمده که میشه گفت تقریبا دو روز طول کشیده تا اینکه این اثر در واقع به مرحله آخر برسه، ولی توی مدت زمان، یعنی مثلا کار مواد حالا رنگی، اکرولیک و چسبایی که توی این کار شده، خب بتناوب باید صبر کنی تا خوش بشه، چسبش خوش بشه، رنگش خوش بشه، و تو هر مرحله گلیز باید این صبر داشته باشی که همون زمانش تقریبا به دو روز حالا تا سه روز بستگی به اون مرحله چسب گذاری و رنگ گذاری و تا اینکه به کمال برسه وقت میبره این دو روز. ولی دو روز که دائم بشینی نه، باید صبر کنی خشک بشه رنگ بعدی، به همین صورت تا کار تموم بشه. آرزوهاتون رو چه رنگی میبینید؟ آرزوهام، هر آرزوم یه رنگ خاص داره، نمیشه گفت یه رنگ واحد انتخاب بکنم براش، ولی خب معمولاً به رنگ‌های سنتی و باستانی خودمون خیلی علاقه دارم، رنگ اخرایی، رنگ اوکر، رنگ‌های آبی فیروزه‌ای، اینا رو همه رنگ‌هایی که مربوط به میراث کهن هست همه‌شون دوست دارم. رنگ‌هایی که روی کتیبه‌ها هست، روی کاشی‌کاری، سرامیکا هست، تحت رو سفالینا هست، اون رنگ‌ها بیشتر به دلم می‌شینه.
جوانهایی که تازه وارد این عرصه از هنر شدن، چه توصیه و راهکاری داری؟ چه پیشنهادی میدید بهشون؟ پیشنهاد من این است که توی کار هنر به خصوص نقاشی، کار دوباره تأکید میکنم، کار کردن خیلی مهم هست. این کار باید پشتوانش به هر حال پشت کار باشه تا اینکه به ثمر برسه. کار کردن، بازم تأکید رو کار دارم، چون اثر هنری هر چقدر با تلاش به کار باشه، کار بعدی از کار قبلی 100% قوی‌تر و مثمرتر هست، یعنی تأثیرات بیشتری داره روی مخاطب. تو هم میتونی مثل نقاش باشی، نقشی روی بوم زندگیت با رنگ‌هایی از جنس آرزو و امید بزنی و گاه گاهی از دور به تابلو زندگیت نگاه کنی و لبخند تو حاکی از رضایت تو از نقش روی بوم زندگیت باشه.